عرض به خدمت شما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی رو، یکی از بزرگان مراجع تقلید بوده. این حکایت عجیبی، عنایت کنید. مرحوم آیت الله شاهرودی میگه یکی از علمای اهل سنت آمد در نجف مقیم شد. یه روز دیدم در روز ماه مبارک رمضان علنی روزخواری میکنه. رفتم جلو، گفتم تو عالمی، عوام که نیستی، روزه ماه مبارک رمضانم اختلافی شیعه و سنی نیست که شیعه بگه باید روزه گرفت، سنی بگه نباید روزه گرفت. سنی و شیعه همه میگن روزه ماه رمضان واجبه، پس تو که سنی هستی چرا علنا آمدی داری روزه خاری میکنی؟ گاه من تحقیقات کردم، کتابه ها رو دیدم، اینطور به دست آوردم بدون ولایت علی خدا هیچ عبادتی رو قبول نمیکنه. حالا که قبول نمیکنه، پس من برای چی نماز بخونم؟ برای چی روزه بگیرم؟ مرحوم آیت الله شاهرودی میگه بهش گفتم آقا تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میگی من تحقیق کردم بدون ولایت علی خدا هیچ عبادتی رو قبول نمیکنه، پس چرا شیعه نمیشی؟ چرا ولایت علی رو قبول نمیکنی؟ گفت آقا مسئله به این سادگی هم که شما فکر میکنید نیست. من هر وقت خواستم ولایت علی رو به این نفس خبیثم عرضه کنم قبول نکرد. بعد فهمیدم اشکال از مادر منه، مادر من زن بدکاره بوده، لذا نمیتونم ولایت علی رو قبول کنم. اما شما که به راحتی قبول کردید، حلال زاده هستید، بی برو برگرد. پس کسی که محبتش نسبت به اهل بیت در سطح بالایی، بغض و عداوتش نسبت به دشمنان اهل بیت در سطح بالایی، نشانه حلال زادگی اوست. پیغمبر فرمود هر کس که آقا دید علی رو دوست داره شکر کنه اول نعمت را. عرض کردن یا رسول الله اول نعمت چیه؟ فرمود نعمت حلال زادگیه، این حلال زاده است. خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمودن یا علی، این روایت و سنی و شیعه نقل کردن، وقت نیست من حالا منابعش رو عرض کنم. روایت چیه؟ پیغمبر فرمود یا علی اگر کسی تو این دنیا عمر نوح رو داشته باشه، هر شب تا صبح بیدار بماند، ده نماز، تمام روزه های عمرش رو روزه بگیره، به اندازه کوه و احد طلا و جواهر صدقه بده در راه خدا، هر سال با پای پیاده مشرف بشه به حج، بین رکن و مقام کشته بشه در راه خدا، لولا ولایتو که یا علی، اگر ولایت تو رو نداشته باشه بوی بهشت رو استشمام نمی کن. حالا دنباله روایت چیه؟ دنبالش مهمه. فرمودن یا علی ولایت تو هم از کسی پذیرفته نمیشه مگر به براءت از دشمنان تو. این دنبالش رو من نمیبینم کسی بگه. پس بنابراین عبادت قبول نمیشه مگر به ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت هم از کسی پذیرفته نمیشه مگر به واسطه بغض و عداوت نسبت به دشمنان اهل بیت. لذا در این روایتی که سنی و شیعه از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نقل کردن، به این حقیقت اشاره شده که پیغمبر فرمودن
من مات علی حب آل محمد، مات الشهیدا تا آخر روایت به دنبالش هم داره من مات علی بغض آل محمد، مات کافرا تا آخر روایت.